سلام و وقت شما بخیر. به برنامه آینه اخبار با احمد سعیدی خوش آمدید. تلویزیون آمو در یک گزارش خبری تحت عنوان جان بس با هدف گفت و گو درباره افغانستان به اسلام آباد و دوحه میره به نقل از پوست آقای جان بس نوشته است که هدف از این سفرهایش گفت و گو با مقامهای قطری و پاکستانی در مورد روابط دو جانبه و منافع مشترک امنیتی منطقه است. این نخستین سفر یک مقام بلندپایه این کشور به سطح معاون سیاسی وزیر در قضیه افغانستان بعد از خروج آمریکا از این کشور است. مردم افغانستان چه توقع از این سفر داشته باشند و آیا مدیریت بایدن تام ویست و رینا امیری را کنار گذاشته است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شما می‌دانید که از نزدیک به 3 سال آقای تام ویست و رینا امیری نماینده های فوق‌العاده آمریکا در امور افغانستان بودند. اضافه تر از 13 مرتبه اینا سفرهای در قطر و افغانستان و ترکیه و امارات و دبی داشتند. ولی اون چی که آمریکا انتظار می‌داشت از این سفرها نتایج مطلوبی را به دست نآورد. بنابراین عدم حضور فعال آمریکا در کشورهای آسیای میانه به خصوص در افغانستان، پاکستان و در منطقه ایجاب میکنه تا آمریکا در اینجا فعالتر شه، جدیتر عمل کنه. اول، آقای جان بس کسی است که از دیپلمات های ارشد وزارت خارجه آمریکا است، مدیر اول سیاسی است، در بخش اوسیا کار میکنه و اضافه تر از 2 سالی در دوره جمهوریت سفیری آمریکا در افغانستان بود. به افغان ها آشنایی داره، بلد است، به ولایت افغانستان سفر کرده. و از روی دیگر شما میدونید که آمریکا آسته آسته با سیاست هایی که طی چند سال دنبال کرده تاثیرگذاری خود در کشورهای آسیای میانه از دست میدهد. در عراق از دست داده، در سوریه از دست داده، در منطقه در دست داده. بنابراین یک بار دیگر آمریکا به این باور است که باید با یک دیپلماسی تهاجمی، دیپلماسی نرم نه، با یک دیپلماسی تهاجمی یک بار دیگر جایگاه خود را در منطقه به خصوص در افغانستان و کشورهای آسیای میانه پیدا کنه. بنابراین آقای جان بس رایدی خود رو تعیین کردن که دیپلمات ارشدیه، سابقه کاری در منطقه داره، برای روی افغانستان در پاکستان هم وقتی کار کرده در منطقه بلد. حالا امریکایی ها چرا این سفر را برای پاکستان و قطر تخصیص دادن؟ امریکایی ها می دانن که نقش قطر و نقش پاکستان در مورد طالبان بسیار مؤثر است. یعنی پاکستانی ها و قطری ها برای طالبان می تانن نقش بازی کنن، فشار وارد کنن، می تانن در سیاست هایشان تغییر وارد کنن. یک سفری است به خاطر یک امیدی که اگر بتانه امریکا یک بلاکی را به همکاری قطر، به همکاری پاکستان ایجاد کنه تا بتانه از سیاست های طالبان در منطقه به نفع آینده امریکا استفاده کنه و تلاش کنه که طالبان را نگذاره که در دام ایران، در دام روسیه و کشورهای دیگه آسته آسته دخیل شوند و بروند و کوشش بکنه که امریکا نقش بازی کنه تا بتانه حریفان خوده مانند چین و مانند روسیه و ایران از پیوستن با طالبان در گوشه نگاه داره. این بازی نه واقع شده، اما فراموش باید نشه که هر بازی در ایالات متحده آمریکا تا برگزاری انتخابات که پیش رو هست در ایالات متحده آمریکا به خاطر ریاست جمهوری زیادتر خوراک انتخاباتی داره، مصرف انتخاباتی داره. تا وقتی که رئیس جمهور جدیدی در آمریکا تعیین نشه، در طور کلی سیاست های آمریکا در مورد افغانستان تغییر نخواهد کرد. اما بازی ها آغاز میشه و پیوندی پیدا میشه و انکشافات میشه در دراز مدت بتانه نتایج مطلوبی داشته باشه. روزنامه 8 صبح تحلیل را از آقای کیومرس سمدی تحت عنوان 8 سور در ضرورت پرهیز از نفاق و تاکید بر وفاق نشر نموده است. در قسمت از این تحلیل آقای سمدی نگاشته است که بعد از سقوط حکومت دکتر نجیب تنظیم های جهادی که به قدرت رسیدن طعم قدرت را نچشیده یخن همدیگر را دریدند. مسئله دفاع از وطن و اسلام که قبلا برایشون اهمیت داشت خیلی زود ارزش خود را باخت و چیزهای دیگر جایی آن را پر کرد. درست است که نیروهای جهادی در آنچه مبارزه علیه شوروی وقت حکومت تحت حمایت آن می خوندند ظاهرا پیروز شدند، ولی در زمینه ایجاد دولتی که بتواند از کلیت افغانستان نمایندگی کند ناکام ماندند. چه چیزی سبب شد که اینقدر زود رهبران مجاهدین از هدف اصلیشون دور شدند و آیا طالبان
می توانند از این صعود و نزول درس عبرت بگیرند. ببینید در دوره جهاد افغانستان و همچنین در موردی که طالبان علیه امریکا در منطقه جنگ می کردند، حامیان این دو گروه، حامیان مجاهدین، جنگ برشان یاد دادن، استعمال سلاح را یاد دادن، پول و پلچک ویران کردن یاد دادن، اما هیچ کس حکومت دوری را یاد نداد. هیچ یک از مجاهدین نمیدانستن که سیاست هم علم است، هم هنر است، هم تجربه زندگیه. یعنی فکر میکردن که قدرت گرفتن، چور، چپاول، زدن، کشتن، مثلا این چیزا رو خوب یاد داشتن. اما تربیه و شمولیت در حکومت داری، طرز حکومت داری، قوانین ساختن، اصول ساختن، از این چیزها دور بودن. حتی شما شنیدن که طالبان، مجاهدین وقتی قدرت گرفته بودن، قدرت گرفتن ایوازی که یک مسئولیت بدانند، ایوازی که یک خدمت داری بدانند، یک قنیمت جنگی میدانستن. کسانی که قدرت را قنیمت جنگی بدانند، اونا نمیتونن حکومت کنند. من باور دارم که همونطور که مجاهدین در افغانستان تجربه حکومت داری نداشتن، مردم افغانستان نتونستن در پلو خود نگاه کنند، حکومت بودن قدرت یک قنیمت جنگی میدانستن، طالبان هم پا به پای مجاهدین گذاشته. طالبان هم هنوز حکومت را یک قنیمت جنگی میدانند، یک قومی، یک دسته، یک زبان فکر میکنند. با این شیوه حکومت تا آخر خط نمیرسه. بعضی عمرشان 2 سال خواهد بود، بعضی 3 سال خواهد بود، بعضی 4 سال، ولی نمیتونن حکومتی را در درازای مدت ترتیب کنن و درد افغانستان بخورن. حکومت قانونمند شده میتونه که قانون داشته باشه، انتخابات داشته باشه، اصول و مقرراتی ملی و بین المللی رو مراعات کنه. حکومت به یک توزیع، به یک قومی، به یک زبانی، حکومت های مذهبی که در اون قانون و اصول حکم فرما نباشه نمیتونه به جایی برسه. شکست مجاهدین به باور من این بود که اونا حکومت داری رو نمیفهمیدن، حکومت داری رو قنیمت جنگی میدانستن، تنظیما با یک دیگر عداوت داشتن، کشتن و بستن به اندازه که اونا در بین خود کردن، در بین مخالفین خود نکردن. اونقدر که اونا افغانستان رو ویران کردن، هیچ کس دیگه ویران نکرد. به اون خاطر حکومت های خودکامه، حکومت های ماجراجو، حکومت هایی که اصول و مقررات حکومتی رو نمیفهمند، عمرشان بسیار کم است. تلویزیون افغانستان اینترنشنال در یک گزارش خبری از لوید آستین وزیر دفاع آمریکا نقل قولی را مبنی بر ناکامی تسلیحاتی ایران پس از حمله نافرجام این کشور به اسرائیل را نشر نموده است. لوید آستین در جریان یک کنفرانس خبری خطاب به جمهوری اسلامی گفته است که امیدوارم که ایران از این اعتماد به نفس بیش از حد که میتونند به میل خود این کار را انجام دهند دست بکشند، زیرا فکر میکنم اسرائیل نشان داده است که توانایی قابل توجهی برای دفاع از خود دارد. اما روزنامه بریتانیایی فاینانشل تایمز درباره حملات راکتی و پهپادی ایران گفت که ایران موشک‌ها را به هدف نمایش قدرت شلیک کرد، نه تخریب و تلفات. آقای سعیدی، به نظرتون ایران واقعا نمیخواست که اسرائیل صدمه ببیند و فقط میخواست قدرتش رو نمایش بدهد، یا واقعا توانایی تسلیحاتیش در مقابل اسرائیل آنچه که وزیر دفاع آمریکا میگوید کارآمد نداره؟ شما میدونید که بعد از حمله اسرائیل به نمایندگی دیپلماتیک ایران در دمشق، در سوریه، قنصلگری و اشخاص و تعداد زیادی از مامورین ارشد ایران کشته شدند، ایران در منطقه به یک چالش بزرگی گرفتار بود. از یک طرف گروه های نیابتی مانند حزب الله، مانند هشت شبی، مانند زینبیون، مانند فاطمیون و مانند گروه های دیگری که در منطقه مانند حوثی ها به شمول حماس داشت، باید ایران جوابی میداد. اگه جوابی نمیداد، قدرتی را که ایران به نیروهای نیابتی خود در منطقه داشت ضرب صفر میشد. یعنی گفته میشد که ایران توانی جواب دادن اسرائیل را ندارد. اما هرگز ایران راضی نبود که در یک جنگ تماما عیار با اسرائیل داخل شد. اگر ایران اینها را نشانه میگرفت و خسارات سنگینی را بر اسرائیل وارد میکرد، اسرائیل پس جواب میداد. یک طرف قضیه است. از طرف دیگه است که ایران یک تعداد راکت ها را فیر کرد، خواست در داخل ایران قدرت نمایی کنه. این که راکت ها به هدف میخوره یا نمیخوره ازشی نداشت. از سوی دیگر شما فراموش نکنید که اسرائیل تنها نبود. به خاطر خونسا کردن راکت های ایرانی
به خاطر خنثی کردن راکت‌های ایرانی آمریکا، اردن، فرانسه، بریتانیا، اینا در پهلوی اسرائیل بودند. هر کدام به نوبت خود از یک جای به جهت خنثی کردن این راکت‌ها گام برداشتند. هدف از ایران یک قدرت نمایی بود، ولی هرگز به شمول امروز ایران حاضر نیست در یک جنگی تماما عیار در منطقه داخل شد. ایران میخواهد نیروهای نیابتی از اسرائیل ضربه بزن نخواهد. گرچه اسرائیل مخصوصا نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل علاقه داشت که ایران عکس العمل شدید نشان بده تا بتونیم ما پای امریکا را در منطقه در جنگ به نفع اسرائیل بکشیم و ما پیروشیم. اما ایران از اصول مندی کار گرفت، طوری عمل کرد که یک بار دیگر اسرائیل زمینه عکس العملی نشان نده. من باور دارم که ایران ها را ایرانی ها راکت ها را فیر کردن. هدف از این نبود که همه اصابت کنه به اسرائیل خساراتی برسه. یک قدرت نمایی بود به خاطر اخبار در داخل ایران، ولی اسرائیل هم نخواست که جواب بده. یک مانور بود، نه یک عملی که با آماده برای یک جنگ تمام عیار باشه. یک مانور سیاسی بود. وبسایت فارسی دویچه ویله یک گزارش خبری را از آغاز دور دوم انتخابات هفت مرحله هند در 88 حوزه انتخاباتی در 13 ایالت نشر نموده و در قسمت از آن گفته است که نخست وزیر کنونی هند که از نامزدان اصلی در این انتخابات است، با توجه به سوابق اقتصادی، اقدامات رفاهی، غرور ملی، ملی گرایی هندو و محبوبیت شخصیش در تلاش است تا برای سومین بار پی هم پیروز انتخابات شود. چه چیزی مودی را به پیروزی نزدیک نموده است و تأثیر نتیجه این انتخابات در روابط این کشور با حکومت طالبان در کابل و جبهه‌های مخالف سیاسی و نظامی این گروه چه خواهد بود؟ ببینید، فراموش نکنید که نرندرا مودی نخست وزیر موجودی هندوستان که حتما در دور سوم انتخابات هم پیروز انتخابات خواهد بود، از حزب بهارتا جناتا هست و بعد از اتل جوهری وادپای شخصیت مهمی است. من باور دارم که دور سوم هم در انتخابات پیروز میشه، در حالی که 22 حزب شمول حزب کنگرس در مقابلش استاد هستند و نمیتونن انتخابات از پیش ازی بروند. علت پیروزیش چی است؟ در سیاست های اقتصادی و منطقوی تای دو دوره که نرندرا مودی نخست وزیر بوده، سیاست های نرمتر و ملایمتر داشته. از طرف دیگه به خاطر مسجد مسلمان ها در امسال را که یک بار دیگر آباد کرده، در حالی که مسلمان ها از این حرکت حضور مسلمان ها چون اقلیت هستند در این از عمل مسجد در امسال سازی از آزاد خاطر هستند، ولی هندو ها به خاطر از این کار از او حمایت میکنند. و باور دارم که نرندرا مودی در منطقه به یک بار دیگر به نیست نخست وزیر یعنی به دور سوم در انتخابات هند پیروز میشه، اما سیاست های دنبال خواهد که سیاست های قوی تر نیرومندتر به خاطر اینکه دور سوم است و آخرین بار. و سوی دیگر به باور ندارم که مسلمان ها در هندوستان با وجودی که در حدود 200 میلیون حضور دارند بتونن عکس العمل به خاطر درمسال سوزی بر یک مسجد عکس العمل نشان بدن. هندوستان مشکلاتی را با چین در راه خواهد داشت، در راه اقتصادی مشکلاتی را با منطقه خواهد داشت، ولی توازن سیاست ها را در منطقه نگاه میکنه. باور دارم که هندوستان به این صورت با پیروزی نرماندی روابط با طالبان اونچه که بیخواهیم نخواهد بود، ولی روابط دیپلماتیک غیر مستقیم استخباراتی برگزار خواهد شد به خاطر از اینکه پاکستان بیشتر دخالت نکنه. در غیر اون سیاست های نرمال به دموکراسی هند ادامه پیدا میکنه. رادیو آزادی در یک گزارش خبری نگرانی وزیر دفاع روسیه را از ناحیه حضور گروه های تروریستی در افغانستان منعکس نموده است. در گزارش از وزیر دفاع روسیه نقل قول شده است که گروه های تروریستی تاندرو مستقر در افغانستان هنوز هم تهدید اصلی برای امنیت کشورهای آسیای میانه است. در حالی که با به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان حکومت این گروه با مذکور رابطه نزدیک دارد، اما این اظهارات وزیر دفاع روسیه چه پیامی را میرساند؟ من در یکی از صحبت‌های خود چند روز قبل گفته بودم که سفر زمیر کابلوف به افغانستان و نزدیکی اون با طالبان به نزد مقامات روسیه، به نزد نظامی، مقامات نظامی و امنیتی روسیه ارزشی ندارد.
و سفری را که زمیر کابلوف و کابل کرده بود وعده داده بود که ما طالبان را از لست سیاه بیرون میکنیم چونکی ملل متحد باید به طالبان داده شه. حتی کابلوف وعده کرده بود که سلاحی که روسیه داره که میتونه تیارات بی سرنشین را نشانه بگیره باید به طالبان بتن. به این خاطر آقای شایکو جنرال شایکو وزیر دفاع روسیه عکس‌العمل نشان داد. از این خاطر عکس‌العمل نشان داد به دنیا ثابت کنه که سفر کابلوف ارزشی نداره. کابلوف از جایگاهی نیست که در مورد افغانستان تصمیم بگیره. کابلوف در جای قرار نداره که بتونه به سرنوشت روسیه و طالبا تحکیم یا غیر تحکیم وارد کنه. بنابراین شایکو از این خاطر گپ زد که ما از افغانستان از ترور تشویش داریم و ما مشکلات دامنگیری ما هست در منطقه تا بتونه سفر و وعده هایی را که آقای زمیر کابلوف داد اونا را خونسا کنه. با گفتهای وزیر دفاع روسیه این حقیقت برملا شد که نظامیان روسیه، شورای امنیت روسیه، بالاخره قدرتمندای روسیه نظامی ها با سیاست های طالبان یکجا نیستن. اون چرا که آقای کابلوف تعقیب میکنه، اون چرا که آقای کابلوف وعده میده تنها ارزش خبری داره نه ارزش تصمیم گیری. یعنی تانست یک آب یخی را بروی دست کابلوف بریزه و طالبان هم نامید بسازه که کابلوف یعنی هیچ، کابلوف حرفی نیست که حرف کسی نیست که حرفش مدار اعتبار باشه.